نام خداوند که بی‌حد و بی‌اندازه مهربان است. سلام خدمت تمام شما خوبایی که با برنامه پخت پز هستین. تمامتان خوش آمدید میگم. نیم ساعتی که ما مهمان خانه‌های شما عزیزان هستم، می‌خوایم یکی از غذاهای مزه‌دار دیگر در برنامه براتون آماده کنیم. امروز براتون بادنجان داشی آماده می‌کنیم که بسیار زیاد یک غذای مزه‌دار و خوشمزه است که شما می‌تونید نمی خزار آماده بسازین و در شروع مواد لازمش را می‌خوایم به تمام شما خوبایی که با ما هستین به معرفی بگیریم و مواد لازمی ما هم است: بادنجان سیاه یک چرک، گوشت ماشین شده نیم کیلو، 3 عدد زردک، پیاز 1 عدد و گشنیز و سیر و مقدار لازم، 3 عدد بادنجان رومی، نمک، رب، دارچین و زردچوبان به قدر ضرورت. مواد لازمه هم برتان به معرفی گرفتم که من از کدام مواد امروز در این بادنجان داشی مزه‌داره که برتان آماده میکنم استفاده میکنیم. آیستا آیستا دیگه بخیر کارهای خدا شروع میکنیم. این غذای بسیار خوشمزه برتان خواستیم که امروز آماده کنیم. در شروع اینجا در دیگه مقدار روغن اضافه کردیم. یک مقدار روغنش زیاد اضافه کردم به خاطر که گوشت رو میخوایم سرخ کنیم و گوشت باید خوب پخته شود. نیم کیلو گوشت سرخی است. حرارت رو من روشن کردم تا اینکه دیگه روغن کاملا گرم شود. در شروع گوشت اضافه میکنیم، بعد از او پیاز و همونطور ترکاری های دیگر. خب تخترم خوب است که بگیریم و تا وقتی که البته روغن گرم میشه ما میخواییم که پیاز ریز ریز کنیم. پیاز هم به این اندازه البته ریز ریز کردیم. نیمه در دیگه شام اینجا باقی مونده که رو ریزه میکنیم. خوب است که گوشت اضافه کنم بالای روغن تا که کاملا دیگه گوشت در روغن سرخ شود. من روغن شکمه که بیشتر اضافه کردم به خاطر که تمام قسمت های گوشت خوب سرخ شود. میگذاریم تا گوشت کمک خوب سرخ شوند. پیازم تا وقت ما تمام شد دیگه ریزه کردم و حالا اینجا 3 عدد بادنجان رومی خواستیم استفاده کنیم. بادنجان رومی هارم ریزه ریزه میکنیم. اینه به این اندازه بادنجان رومی هارم ریزه کردیم. اینه بادنجان رومی هم دیگه ریزه شد. خود بادنجان رومی من بی از آهن است. خوب است بیشتر در وقت بعد از رب کرده از دست بادنجان رومی تازه است استفاده کنیم. در این بادنجان داشی که امروز من خواستم برتون آماده کنم یک کمک از رب هم یک قاشق باری استفاده میکنیم باز به خاطر رنگش. گوشت هم مخلوط کردیم. میبینیم که اون سرخ نشده، باید بگذاریمش تا که کاملا خوب دیگه سرخ شوند. حالا یک عدد بادنجان رومی دیگه هم ریزه میکنیم. یک عدد دیگه شو باز به خاطر تزیین آخرش میگذاریم. از 3 عدد بادنجان رومی استفاده کردم، یک عدد شب تزیینش ماندم، 2 عدد دیگه شم ریزه میکنیم باز با گوشت. بادنجان رومی یک خوبی داره که آب بادنجان رومی باعث میشه که گوشت خوب نرم شه و پخته شه. خب اینا بادنجان رومی هم تمامش ریزه ریزه شد. اینجا سیر است. از یک چند دندان سیرم خواستم استفاده کنیم به خاطر که خامبوی گوشتم کاملا از بین میبره و یک طعم خیلی خوبم برای غذای میته که ما شما امروز آماده میکنیم که بادنجان داشی است. سیرم دیگه ریزه ریزه میکنیم. اینه سیرم ریزه ریزه کردیم. آه
و حالا هم دیگه ظروف که ضرورت نداریم از بالای میز دورشان میکنیم تا اینکه بتونیم به کار خود خیلی خوب تر انجام بدیم و یک بار خوب از گوشت مخلوط کنم کار نسوزن و نمک و مصالحه جات هم بالای گوشت اضافه میکنیم. نمک مقدار لازم، نمک به قدر ضرورت اینه بالای گوشت اضافه کردیم. زردچوبه اندازه نیم قاشق غذا خوری و نیم قاشق هم دارچین. از دارچین هم خواستم استفاده کنم به خاطر که یک کمک طعم و خوشمزگیش زیادتر میکنم. دارچین با نمک و زردچوبه همراه با گوشت خوب مخلوط میکنیم. میبینیم که دیگه گوشت آهسته آهسته در حال سرخ شدن است و پیاز و بانجان رومی و سیر اینا را میخواییم که بالای گوشت دیگه اضافه کنیم. بانجان رومی را ریزه کردیم تمام شد. بالای گوشت که خواستیم سرخ کنیم اضافه میکنیم و ایر مخلوط میسازیم تا که این موادای ما با گوشت دیگه کاملا خوب سرخ شوند. زردک ما میخواییم که ریزه ریزه کنم، خوب خرد خرد ریزهش میکنیم که زودتر سرخ شوه با این مواد. به خاطر طعم خوشمزگیش من خواستم از یک اندازه زردک هم استفاده کنیم. خود زردک منبع از ویتامین ای است و خیلی مفید است، خوب است که از زردک هم استفاده داشته باشین. از یک 3 عدد زردک من استفاده کردیم که یک عددش میمونیم به خاطر تزیین ظرف که باز میخواییم تزیین کنیم. دو عدد دیگه ایش خوب خرد خرد ریزه میکنم. اینه یک عدد دیگه ایش هم مونده، خوب از کیرم ریزه ریزه کنیم. خب اینه زردکم ریزه شد، حالا اضافهش میکنیم بالای پیاز، سیر، بادنجان رومی و گوشت که قبلا سرخ کرده بودیم با مصالحه جات مخلوطش میسازیم. اینه دیگه استه استه این موادای ما کاملا سرخ میشن و از برگای گشنیز و زردک و یک عدد بادنجان رومی باز داخل به خاطر تزیینش استفاده میکنیم و تا که دیگه این موادا خوب سرخ میشن ما میخواییم که بادنجان های سیاه را آماده کنیم. از یک چراک بادنجان سیاه خواستم استفاده کنیم که اینا را ما باز آماده میسازم. خوب است که با ما باشین، جایی نرین تا اینکه تمام مواد سرخ میشن، وقفه خیلی کوتاه داریم. ادامه برنامه هست و تمامتان خوش آمدید میگم و اما موادایی که قبل از وقفه اضافه کرده بودیم و هم کاملا سرخ میشه و بادنجان های سیاه را ما میخواییم که آماده بکنیم دیگه. از وسط نصفشان میکنیم. اینه به این شکل خیلی ساده. از یک چرک بادنجان سیاه خواستیم که استفاده کنیم. اول تمامش از وسط نصف میکنم. بعد از او باز بسیار ساده و آسان دیگه ایره آماده میکنیم. مدایم هم دیگه گوشت با ترکاری و وینا سرخ میشن. صرف دو عدد دیگهش باقی مونده کنارم. خوب است من از وسط نصف کنم و بعد دیگه باز تمام شو آماده میکنیم. خب این موادا رو یک بار مخلوط میکنیم، میبینیم که بادنجان رومی، پیاز با گوشت و ترکاری و اینا کاملا دیگه سرخ شدن
حرارت شما خاموش میکنم. میخواییم که در این ظرف بیرون کنیم. گوشت باجن از ترکاری ها که من سرخ کنم. تمام شد در این ظرف اضافه میکنیم. میبینیم که گوشتم دیگه کاملا نرم شده. پخته شده. همچنان بانجور رومی پیاز. تمام مواد ها کاملا آماده شده. گوشت که ما با جمع از ترکاری ها خواستیم که سرخ کنیم. خب. این موادایی را که تمام آماده کردیم میگذاریم شان در این قسمت. و حالا دیگه بادنجان های سیار آماده میکنم. تا که من بادنجان های سیار آماده میکنم اینجا قالب داش ها من ماندیم که اجازه را میخواییم که باز همین بادنجان های سیار در داش آماده شود. خوب قالب کمک روغن در قالب من اضافه کرده بودم. تمام قسمت های قالب خوب چرب میکنیم که باز بادنجان های سیار خوبتر و آسانتر بتونیم از قالب جدا کنیم. اینه قالب هم آماده است. تو اگر نخواستین که روی قالب چرب کنین میتونین از کاغذ ناسوز هم استفاده کنین. هیچ کدام مشکل نداره. وسط های بادنجان سیار به شکل با یک کارت و یا با کمک یک قاشق شما میتونین که اینطور بازش کنین. و حالا این قاشق ضرورت داریم و این مواد در تمام قسمت های بادنجان سیار من اضافه میکنم. بادنجان ها را ما نزن دیگه در قالب میمانیم. اگر در یک قالب جای نشد باز یک قالب دیگر را میگیریم. تمامش هم میخواییم که به نمی شکل در داشت بانیم چون موادای داخلش دیگه از قبل کاملا آماده شدن. اصلا و پختن ضرورت نداره. صرف کنیم بادنجان های سیاه دیگه پخته شد. باز میتونیم بسیار براحتی یه غذا رو تزیین کنیم. بسیار زیاد یک غذای خوشمزه و یک طعم عالی داره. ببینیم سه براحتی میتونیم وسطش جدا کنیم. با یک قاشق گوشت اینایی که سرخ کرده بودیم دیگه در قسمت های وسطش اضافه میکنیم. اینه به این شکل. دوستای ما خواسته بودن ما بادنجان داشی برشون آماده کنیم. خوب است که برنامه را هم امروز دیده باشن و طرز تهیه غذا را یاد بگیرن و بتونن که در خانه آمادهش بکنیم. ببینیم که چقدر آسان و ساده ای آماده میشه. به این شکل هم شما میتونین بادنجان داشی آماده کنین و اگر بخواین میتونین کیره نازک نازک بادنجان های سیاره ریزه کنین. باز وقت کمتر در داشت میگیره چون باز مجبور هستین که کمک بادنجان های سیاره سرخام کنین. بخطر که رول شوه در وسطش گوشت بگذارین به شکل رول بادنجان میشه و او را میتونین در داشت آماده کنین. اما به این شکل هم بسیار یک غذای مزه‌دار میه. من دکین تمام از این را استا استا آماده میکنم. مگذاریم در قالب داشت. باز اگر دیدیم که در یک قالب تمامش جای نشد یک قالب دگام میگیریم. هیچ مشکل ندارن. خب. تمام گوشت و موادایی که سرخ کردیم دیگه این در این قسمت هایش من اضافه کردم و حالا گذاشتمش در قالب داشت. بالا از این من پنیر استفاده نکردم اما بعض دوستایم اگه خوش داشتین میتونین که پنیر رو روش اضافه کنین. هیچ مشکل نداره. یک عدد دیگهش هم در این قالب جای میشه. یک چند دانه دیگهش میمونه و رو باز در قالب دیگه من جور میکنم. تمام شد دیگه باز در قالب که گذاشتیم میبریم طرف داش رو در داش میگذاریم شما. خوبش که این بادنجان های سیاره کم نزدیکتر بانم تا که یک عدد دیگه هم دهش جای شد. اینه جای شد.
حالا گوشت اینایی که سرخ کردیم اضافه میکنیم در قسمت وسطش. اگر خواستین میتونین که اصلا گوشت و ترکاری ها و اینا رو هم سرخ نکنین و اون شکل هم اضافهش کنین و شکل خام تمامش داده گده داشت آماده میشه، هیچ مشکل نداره. خب این قالب که آماده است ایره بمیبرم در داشت میمونم تا وقتا دیگه هایش که در باقی مونده با گوشت اینا در قالب دیگه باز جور میکنیم. اینه ایره در داشت موندیم و داشت رو من روشن کردم به درجه 180 درجه. به درجه 180 درجه داشتم روشن کردیم تا وقت ما بعد اینجا نه سیادش های دیگر هم اینجا آماده میسازم و یک قالب میگیریم باز رویش چرب میکنیم. تمام اینایی که آماده کردیم میخواییم که بگذاریم داداش و این قسمت های وسط بادنجان سیاه که میبرای شما اینه میتونین یکمه که نمک بالاش باش بتین و از یک بادنجان سیاه سخاری بسیار زد مزدار میایم. این قسمت هاش که باقی مانده تمامش جمع کنین ازش یک بادنجان سیاه سخاری آماده کنین که بسیار زد خوشتم و خوشمزه میایه در فالوی غذا که حیف نشه. ما تمامش جمع میکنم باز یک بادنجان سخاری با نمک تمام شد دیگه با همکارا یک جمع اینجا آرد سخاری در آشپزخانه داریم میگیریم و این بادنجان سخاری باز ما با همکارا آماده میسازم. وقفه خیلی کوتاه داریم تا اینکه برمیگردیم تمام بادنجان های داشتی که خواستیم براتون امروز آماده کنیم آماده میشه. ادامه برنامه هست و تمامتان خوش آمدید میگم. قبل از اینکه بریم به وقفه ما تمام بادنجان های داشتی که امروز خواستم براتون آماده کنم در داشت گذاشتم. یک چند در دیگه شم که مانده بود او رو در داشت دیگه موندیم تا اینکه کاملا دیگه آماده شدن و داشت هم دیگه حرارتش خوب است که خاموش کنیم. بسیار یک رنگ رخ خیلی مقبول زیبا رو به خود گرفته. خب یک قالب هم میگذاریم اینجا و اینجا هم یک قالب دیگه یک دو عددش مونده بود من خواستم که در یک قالب بانمش به خاطر که گوشت هم مونده بود اینه. و حالا میخواییم که در یک ظرف تزینش کنیم. اینجا بادنجون رومی برگای گشنیز است که میخواییم به خاطر تزینش استفاده کنیم. از بادنجان رومی یک گل بسیار مقبول جور میکنیم بختم تر در قسمت وسط ظرف بگذاریمش. اینه به این شکل ببینید بسیار ساده جور میشه. دکه از برنامه ما براتون طرز آماده کردن گل بادنجان رومی و اینا را خواستم که آماده کنم تا اینکه شما هم بتونین آمادهش بسازین و از برگای گشنیز و اینا هم به خاطر تزینش استفاده میکنیم. میگذاریمش در این قسمت و خوب است بادنجان های سیاهی که دیگه آماده کردیم یک کفگیر بگیرم به خاطر که به کمک یک کفگیر اینا رو بلند کنیم چون کاملا نرم شدن و داداش دیگه پخته شدن. بسیار یک غذای مزه‌دار عالی است. شما هم حتما این را در خانه تجربه کنین و آماده بسازینش. اینو تمام شد از ظرف تزیین کردیم. بادنجان های سیاه دیگه بیخی پخته شدن. به مدت 35 دقیقه می رو داداش موندم تا که پخته شوه. با این بادنجان داشتی که شما دیگه یک چلو هم دم کنین، چلو سفید نوش جانش کنین. بسیار زیاد دیگه غذای خوشمزه است با طعم خیلی عالی. خوب است که از این قالب هم اینه یک دانه دیگه شما بگذاریم. این بود بادنجان داشی مزه‌داره که امروز ما براتون آماده ساختم. من مطمئن هستم که شما هم دیگه طرز تهیهش یاد گرفتین و میتونین که در خانه آمادش کنین چون بسیار ساده و آسان آماده میشه.
آماده کردنشان وقت خیلی کم میگیرن و خیلی ساده میره. من امروز آماده کردم. خب غذای خوشمزه‌ای که امروز من براتون آماده کردم، من مطمئن هستم که دیگه شما هم طرز تهیه‌اش یاد گرفتین و من کوشش میکنم همیشه غذای خیلی ساده و آسان براتون آماده کنیم تا اینکه آماده کردنش براتون ساده و آسان باشه و خیلی راحت بتونین که غذا رو هم در خانه آماده بسازین. دوستان ما که از طریق چنل یوتیوب بر ما کامنت مانده بودن، گفته بودن بر ما بادنجان سیاه داشی آماده کنین. خوب است که امروز هم برنامه دیده باشن و همکارای ما لطف میکنن همه برنامه ما را در اینستاگرام هم خیلی کوتاه هم روزا میگذارن. شما میتونین از طریق برنامه ما را ببینید باشین غذایی که من براتون روزانه آماده میسازم. البته او غذا را شما میتونین که آماده کنین در خانه. خب آخرین دقایق برنامه است. من ناگزیر هستم که خداحافظی بکنم، از حضورتان مرخص شیم تا فردا و یک دیگر از برنامه های پخت پس. وقت خوب و خوش براتون میخوایم. خداوند یار نگهدار همه شما باشند.